سلام دوستان عزیز، امیدوارم یک روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز آموزش کباب جگر گوسفند داریم، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همینطور که میبینید من جگر را خرد کردم و شستم، تیار ماندم. یک دانه پیاز داریم، پیاز را من رنده کردم. شما دوستان میتونید پیاز نگینی خرد کنید به هر اندازه‌ای که دوست دارید. در ظرفی که من پیاز رنده کرده بودم، جگر گوسفند اضافه میکنم و مخلوط میکنم. جگر گوسفند روش یک دانه سلفون میگیریم و میمانیم به مدت یک ساعت تا جگر ما اخته شود. بعد از یک ساعت که جگر ما در اخته بود، پیازا را از اطراف جگر سوا میکنیم و در سیخ میگیریم. دوستان عزیز، جگر گوسفند که داخل پیاز خرد شده یا رنده شده اخته کنیم، باعث میشه بعد از پخت بسیار جگر نرم و خوشمزه ای داشته باشیم و پیاز باعث میشه طعم و بسیار مزه خوبی در گوشت شما بده و بوی جگر هم کمی گرفته میشه. بعد از اینکه کل جگر را در سیخ گرفتیم، من دو دانه بادنجان رومی را از مابین چند قبه کردم و در سیخ گرفتم. و حالی جگر را نمک می پاشیم. یک طرفشی که نمک کردیم برگردان می کنیم که طرف دیگرش هم نمک بپاشیم. دوستان در اندازه نمک توجه کنید که شور نشه. مرج سیاه و حال مرج سیاه پاش میدیم روی جگر را. یک طرف شکه پاش دادیم، برگردان میکنیم که طرف دیگه هم مرج سیاه پاش بده. حال جگر را کلش تیار کردیم، منقل روشن کردیم و حال آمدیم روی منقل سیخهای کباب میذارم. دوستان عزیز، این منقلی که داریم بسیار شعله ملایمی داره و با حرارت بسیار ملایم کباب پخته میکنه و در نظر داشته باشید در موقع پخت کباب، مخصوصا جگر، با حرارت بسیار کم میمانیم تا جگرهای گوسفند کباب شود. همینطور که میبینید بعد از اینکه یک طرفش کمی خودش گرفته، برگردان میکنیم. کباب طوری است که باید هی زود به زود برگردان شود تا کباب خوبی داشته باشه. فکر شما باشه که کباب از پیش شما نسوزه و مدام برگردان کنید. این کباب بسیار نرم، خوشمزه و این روش از یکی از دوستای ما یا آشنا که در کباب فروشی کار میکرد پرسان کردم و با شما دوستان در اشتراک گذاشتم که شما هم از این به بعد با این روش کبابای خود را تیار کنید.
آیا دوستان عزیز می دانستی یکی از نکته های طلایی که جگر گوسفند بسیار نرم و آبدار و خوبی خوشمزه ای داشته باشی چیه؟ حالا من با شما میگم. مقداری کره یا مسکه آب شده را مروی ازی جگرهای گوسفند میمالون تا کباب ما بسیار نرم و خوشمزه میشه. دوستای عزیز، اگر در جای شما دنبه گوسفند پیدا میشه، میتونین توتای دنبه گوسفند بزنید ما بین از جگر را و بسیار باعث میشه که جگر شما نرم و خوشمزه شود و نیاز به کره نیست. همینطور که میبینید من دو دانه نان گذاشتم و جگرهایی که کباب شده بود آوردم ماندم و گرجه های کباب شده یا بانجان های رومی را در کنارش ماندم، مقداری گشنیج، لیمو و پیاز. دوستان عزیز، پیش از سرو شدن میتونید لیمو در رویش آوش بریزین و با نان نوش جان کنید. امیدوارم دوستان عزیز از این ویدیو من خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمده لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را داشته باشید. تشکر از شما دوستان عزیز که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.